پرزیدنت ترامپ در دیدار با رئیس جمهوری فرانسه در لندن و یک بار هم پیش از آن در روز سه‌شنبه کشتار معترضین در ایران را هولناک خواند. هوشمند میرفخرایی و جزئیات بیشتر. پرزیدنت ترامپ که برای شرکت در مراسم 72 سالگشت بنیانگذاری ناتو به لندن سفر کرده، امروز در دیدار با امانوئل مکرون همتای فرانسوی خود برای دومین بار به اعتراضات مردمی اخیر در ایران اشاره کرد. ما به تصاویر بسیار بزرگتری نگاه می‌کنیم. شما به عراق اشاره کردید، اما در واقع این تصویر شامل ایران هم می‌شود. تظاهرات مردمی بسیار بزرگی در سراسر ایران برگزار شد و نیروهای امنیتی بسیاری از تظاهرکنندگان را کشتند. اینترنت را هم قطع کردند تا کسی به وسعت کشتار و خرابی پی نبرد. عفو بین الملل میگوید در اعتراضات آبان ماه در ایران که شدیدترین تظاهرات در 4 دهه اخیر خوانده شده، حداقل 208 نفر کشته و بیش از 7000 نفر دیگر بازداشت شدند. رئیس جمهوری آمریکا پیشتر در روز سه‌شنبه نیز گفته بود جهان باید به رویدادهای اخیر ایران بیشتر توجه کند. همکنون که ما صحبت می‌کنیم، ایران شاید هزاران هزار نفر را می‌کشد. به این دلیل اینترنت را قطع کردند که مردم شاهد وقایع نباشند. نمی‌دانم چطور شما می‌توانید به وظیفه خودتان عمل کنید، اما خبرنگاران باید تلاش کنند و به ایران بروند و ببینند که آنجا چه می‌گذرد. وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه در سخنرانی در دانشگاه لوئیزویل در ایالت کنتاکی گفت نفوذ جمهوری اسلامی ایران و عوامل آن در پس تمام رویدادهای اخیر در خاورمیانه از جمله کنارگیری عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق است. در خاورمیانه نخست وزیر عراق در 48 ساعت اخیر استعفا کرد. مردم عراق خواستار آزادی اند و نیروهای امنیتی صدها نفر از آنها را به خاک و خون کشیدند که به میزان زیادی به دلیل نفوذ ایران در عراق است. در مورد نارامی ها در لبنان نیز این امر صدق می کند و تمام اقشار مردم آن کشور، چه سنی و چه شیعه، خواستار کوتاه کردن دست عوامل حزب الله از نظام سیاسی لبنان اند. برخی از منابع وابسته به ایران در داخل و خارج مانند سایت کلمه شمار تلفات تظاهرات مردمی اخیر در ایران را حداقل 366 نفر ذکر کردند و نیروهای امنیتی نیز در مواردی مانند ماهشهر در جنوب از تانک و دوشکا یا مسلسل سنگین برای مقابله با اعتراضات مردمی استفاده کردند. تظاهرات در بیش از 90 شهر در ایران هم به این دلیل است که جان مردم به لبشان رسیده است. آنها رژیمی مذهبی را می‌بینند که میلیاردها دلار ثروت کشور را غارت کرده است، اما نیروهای امنیتی صدها نفر از تظاهرکنندگان را کشته و هزاران نفر را بازداشت کرده‌اند. در این میان نقش آمریکا حمایت از شفافیت هرچه بیشتر و حمایت از تمایلات آزادی‌خواهانه ایرانی هاست. برایان هوک نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران هم روز گذشته گفت بازتاب وسیع وقایع اخیر در ایران توسط گزارشگران رسانه‌های فارسی زبان در خارج دلیل فشار به خانواده آنها توسط رژیم ایران است. هوشمند میرفخرایی، صدای آمریکا.